فردریش ویلهلم نیچه، فیلسوف، شاعر، منتقد فرهنگی، آهنگساز بزرگ آلمانی و استاد لاتین و یونانی بود که آثارش تأثیری عمیق بر فلسفه غرب و تاریخ اندیشه مدرن بر جای گذاشته است. پدر فردریش نیچه معلم و کشیشی پروتستانی و مادرش فرانسیسکا نیچه بود که یک سال پیش از متولد شدن نیچه در سال 1843 ازدواج کردند. روز تولد نیچه همزمان با تولد فردریش ویلهلم چهارم از خانواده سلطنتی بود و به همین دلیل پدر وی به مناسبت همزمانی تولد پسرش با پادشاه وقت پروس نام وی را فردریش ویلهلم گذاشت. پروس کشوری قدیمی که در آن زمان شامل بخشهایی از آلمان، لهستان، روسیه، لیتوانی، دانمارک، بلژیک، جمهوری چک و سوئیس امروز می شد. آنها صاحب دو فرزند دیگر نیز شدند. وقتی نیچه 5 سال داشت، پدرش بر اثر یک بیماری مزمن مغزی درگذشت و برادرش لودویگ جوزف هم 6 ماه پس از درگذشت پدرشان در 2 سالگی فوت کرد. سپس نیچه به همراه مادر و خواهرش الیزابت فورستر نیچه به ناونبورگ نقل مکان کردند. آنجا با مادر بزرگ مادری و 2 عمه مجرد زندگی می کرد. پس از فوت مادر بزرگش در سال 1856 به خانه اصلی خود که همکنون به موزه و مرکز مطالعات نیچه بدل شده است نقل مکان کردند. پس از فارغ التحصیلی در سپتامبر 1864 به امید رسیدن به مقام کشیشی در کلیسای پروتستان در دانشگاه بن به تحصیل الهیات و فیلولوژی کلاسیک مشغول شد. او و دوستش پاول یاکوب دویسن دوره‌ای کوتاه به عضویت انجمن برادری بوشنشافت در فرانکونی درآمدند. پس از 1 ترم تحصیل نیچه به مطالعات الهیاتی خیش پایان داد و ایمان و اعتقادات مسیحی خیش را رها کرد. در همان دوران نگارش مقاله خود با عنوان سرنوشت و تاریخ در سال 1862 نیچه استنباط کرده بود که تعالیم بنیادین مسیحیت تحت تأثیر پژوهش‌های تاریخی بی‌اعتبار گشته است. اما از سوی به نظر می‌رسد در همین دوران کتاب زندگی مسیح نوشته داوید اشتراوس نیز بر نیچه جوان تأثیری عمیق بر جای گذاشته است. افزون بر این، کتاب جوهر مسیحیت نوشته لودویگ فوئرباخ که در آن نویسنده استدلال کرده است که مردم خدا را آفریدند بر نیچه تاثیرگذار بود. در ژوئن 1865 نیچه در نامه‌ای به خواهر مذهبی خود خبر از رها کردن ایمان مذهبی خود داد. نیچه در بخشی از این نامه چنین می‌نویسد: و این گونه راه‌ها از یکدیگر جدا افتد. اگر طالب خوشی و آرامش روح هستی، پس ایمان داشته باش. لیک اگر طالب آنی که مرید حقیقت باشی، پس تحقیق و جستجو کن. نیچه در سال 1865 تمامی آثار آرتور شوپنهاور را مطالعه کرد. او بیداری علایق فلسفی خود را مرهون مطالعه کتاب جهان همچون اراده و تصور اثر شوپنهاور می دانست و بعدها تصدیق کرد که او یکی از معدود اندیشمندان است که برایشان احترام قائل است و بخش شوپنهاور همچون آموزگار را در کتاب تأملات نابهنگام به افتخار او به نگارش درآورد. او در دانشگاه لایپزیگ با فلسفه یونان نیز آشنا گردید. در سال 1869 با 24 سال سن به کرسی فیلولوژی کلاسیک در دانشگاه بازل دست یافت که جوانترین فرد در نوع خود در تاریخ این دانشگاه به شمار می رود. او در این دوران آشنایی نزدیکی با یاکوب بورکهارت نویسنده کتاب تمدن فرهنگی رنسانس در ایتالیا داشت. او هوادار فلسفه آرتور شوپنهاور، فیلسوف شهیر آلمانی بود و با واگنر آهنگساز آلمانی دوستی نزدیکی داشت. نیچه بعدها گوشه انزوا گرفت و از همه دوستانش رویگردان شد. او در طول دوران تدریس در دانشگاه بازل با واگنر آشنایی داشت. قسمت دوم کتاب تولد تراژدی تا حدی با دنیای موسیقی واگنر نیز سر و کار دارد. نیچه این آهنگساز را با لقب مینوتار پیر می‌خواند. با رسیدن به اواخر دهه 1870، نیچه به تنویر افکار فرانسه مشتاق شد و این در حالی بود که بسیاری از تفکرات و عقاید او در آلمان جای خود را در میان فیلسوفان و نویسندگان پیدا کرده بود.
در سال 1869 نیچه شهروندی پروسی خود را ملغا کرد و تا پایان عمرش بی سرزمین ماند. او در حالی که در آلمان، سوئیس و ایتالیا سرگردان بود و در پانسیون زندگی می کرد، بخش عمده ای از آثار معروف خود را آفرید. لو آندرا سالومه دختر یک افسر ارتش روسیه بود که به دردناکترین عشق نیچه بدل شد. او میگوید من در مقابل چنین روحی غالب تویی خواهم کرد و از کدامین ستاره بر زمین افتادیم تا در اینجا یکدیگر را ملاقات کنیم. اینها نخستین جملاتی بود که نیچه در نخستین ملاقاتش با سالومه بر زبان آورد. جنون نیچه. در باب شروع جنون نیچه روایتی معروف وجود دارد که میگوید روز سوم ژانویه 1889 نیچه در میدان کارلو آلبرتو در تورین داشت قدم میزد که با صحنه شلاق زدن یک اسب توسط یک کالسکچی روبرو گردید. نیچه با دیدن این صحنه منقلب میشود و به سوی آن حیوان میشتابد. نیچه گریان گردن اسب را در آغوش می‌گیرد و با مهربانی نوازش می‌کند و پس از چند لحظه در برابر چشمان حیرت زده کالسکچی و ناظران ناگهان نقش بر زمین می‌شود. جنون و کسوف معنوی نیچه با این اتفاق در میدان کارلو آلبرتو در شهر تورین ایتالیا آغاز می‌شود. نیچه زندگی شخصی پرتلاطمی داشت و چندان با زنان هم میانه‌ای نداشت. نیچه دائما بیمار بود و سردرد داشت و این سردردها را نتیجه زایش افکار نو می دانست است. نیچه در 10 سال آخر عمرش عملا مجنون بود و خواهرش از او مراقبت می کرد. نظریاتی متفاوت در چگونگی مجنون شدن نیچه وجود دارد، ولی یکی از این نظریات به استناد برخی پاره نوشته های نیچه بیش از پیش تقویت می شود و برخی از پژوهشگران از جمله پیر کلوسوفسکی با استناد به آنها به دیوانگی ساختگی نیچه اعتقاد دارند. مثلا او در کتاب سپید دم چنین می نویسد: تقریبا در همه جا جنون و دیوانگی راه اندیشه جدید را باز می کند. قدیمی ها فکر می کردند که آنجا که جنون ظاهر می شود، ذره نبوغ و خردمندی نیز همراه آن است. وقتی انسان برتر می خواهد یوغ اخلاق حاکم را متلاشی و قانونی جدید را وضع کند، ناچار است دیوانه شود. یا اگر واقعا دیوانه نباشد، خود را به دیوانگی بزند. مشاهده می شود که حتی نوآوران علم عروض مجبور شدند نگرش شاعری تازه خود را زیر نقاب جنون پنهان و مطرح کنند. چگونه می توان دیوانه شد وقتی دیوانه نباشی و شجاعت وانمود کردن به آن را نداشته باشی؟ ای نیروهای الهی به من دیوانگی عطا کنید. آری دیوانگی عطا کنید تا بتوانم بالاخره خودم را باور کنم. آری به من هذیان، تشنج، روشنایی و تاریکی بدهید. نیچه در ادامه می نویسد که در یونان باستان 3 شیوه جنون وجود داشته است. جنون ساختاری، وجودی، جنون عمد، ارادی و جنون ساختگی، تظاهر. در گفتار دیگری از همین اثر، نقش مؤثر جنون در تغییر و تحول جامعه سنتی مطرح شده است و چنین می نویسد: تمامی رهبران معنوی ملت‌ها به عوامل دیوانگی و شهادت متوسل می‌شدند و با تغییر آداب و رسوم جامعه روند راکد آن را متحول می‌کردند. نیچه در کتاب دانش طربناک می‌گوید که مردم عوام اشخاص برجسته و تاریخ‌ساز را دیوانه می‌پندارند و چنین می‌نویسد: به چشم عوام احساسات والا و سخاوتمندانه فاقد فایده عملی و در نتیجه به دور از واقعیت است. آدم‌های حقیر آدم نجیب و بزرگمنش را دیوانه می‌پندارند چون او سرشته نامعقول‌تری دارد. کشش انسان‌های برتر به طرف چیزهای استثنایی است، چیزهایی که هیچ جذابیتی برای سایر مردم ندارد. او همچنین در نامه‌ای به پیتر گاست، صمیمی‌ترین دوست خود می‌نویسد: هر روز بیشتر به این واقعیت پی می‌برم که زندگی را نمی‌توان تحمل کرد مگر دیوانگی چاشنی آن باشد. اطلاعات وسیع نیچه در زمینه زبان‌ها، تاریخ،
فرهنگ از جمله یونانی و رومی و پژوهش‌هایی که صورت می‌دهد نشان از تسلط او بر فرهنگ و فلسفه ایران باستان دارد. مثلا در روزگار تراژیک یونانیان که از نخستین آثار اوست، شناخت او درباره تاریخ و فرهنگ یونان و روم و مطالعه آثار تاریخی بازمانده از ایران باستان سبب آشنایی و علاقه زیاد او به تاریخ و فرهنگ ایران باستان گردید. افکار نیچه. نیچه معتقد بود که اصلی ترین کارکرد فلسفه آموختن یک چیز به انسان است: چگونه به آن کسی که هستیم تبدیل شویم؟ یا به بیان دیگر اینکه چگونه می توانیم بیشترین توانایی و پتانسیل خود را کشف کنیم و به آن وفادار بمانیم. حسادت. حسادت در نظر نیچه بخش بزرگی از زندگی به حساب می آمد. با این وجود به طور کلی به ما یاد داده می شود که از احساسات حسادت آمیزمان شرمنده باشیم. این احساسات در جامعه نشانه ای از شرارت به حساب می آیند. به همین خاطر حسادت های من را انقدر از خود و دیگران پنهان می سازیم که ممکن است برخی افراد پیدا شوند و به گمان خودشان با صداقت تمام بگویند که به هیچ کس حسودی نمی کنند. نیچه با تاکید بیان می کند که این ادعا به خصوص در دنیای مدرن امروز از انقلاب فرانسه به بعد از نظر منطقی غیر ممکن است. عواملی چون دموکراسی و پایان عصر فئودال‌ها و اشراف در نظر نیچه بستری بسیار مناسب را برای جوانه زدن احساسات حسادت آمیز فراهم می‌آورند، چرا که امروزه هر کسی تشویق می‌شود که احساس کند با همه انسان‌های دیگر برابر است. در زمانه اشراف و فئودال‌ها هیچ وقت به ذهن یک کشاورز یا کارگر خطور نمی‌کرد که به یک شاهزاده احساس حسادت بکند، اما اکنون هر کسی می‌تواند خود را با هر کس دیگری مقایسه کند و نتیجه چنین قیاسی در بسیاری از موارد ترکیبی ناهمگون از جاه طلبی خواهد بود. با این وجود این فیلسوف و متفکر بزرگ بیان می‌کند که احساس حسادت هیچ اشکالی ندارد و نکته مهم چگونگی مواجهه ما با آن است. بزرگی و رشد از توانایی ما در درس گرفتن از بحران‌های حسادت‌آمیز سر بر می‌آورد. حسادت در اندیشه نیچه نشانه‌ای سردرگم اما مهم درباره مطالبات و امیال حقیقی ماست که از ژرفای خیشتنمان نشأت گرفته است. هر چیزی که حسادت را در ما برمی‌انگیزد پاره‌ای از ظرفیت واقعی ماست که به دست خودمان نهان یا شکوفا نشده باقی مانده است. نیچه به ما متذکر می شود که باید مانند یک پزشک در پزشکی قانونی کالبد حسادت های من را بشکافیم، لحظات آمیخته با حسادت را در خاطرمان نگه داریم و با وارسی بخش به بخش این احساس ذاتی خیشتنی بهتر و رهاتر را از دل آن بیرون بکشیم. حسادتی که تحت کنترل ما نباشد در نهایت چیزی را از خود ساطع می کند که نیچه نامش را بوی تعفن خشم می گذارد. تلخی و روان ناآرام نتیجه حسادت‌های درک نشده خواهد بود. اما اینطور نیست که نیچه اعتقاد داشته باشد ما همیشه چیزی را که می‌خواهیم به دست خواهیم آورد. نیچه فقط اصرار داشت که ما باید از ظرفیت واقعی خود آگاه شویم، به نبردی حماسی برای بزرگ داشته این ظرفیت واقعی برویم و تنها پس از آن با صداقت و بدون گول زدن خود درباره شکست‌هایمان بیاندیشیم. تسلیم. یکی از عجیب‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین جنبه‌های تفکرات فریدریش نیچه، علاقه و اشتیاق تکرار شونده او نسبت به مفهومی بود که خودش آن را آمور فاتی می‌نامید. این واژه لاتین به معنای عشق به سرنوشت خود است و می‌توان آن را پذیرشی محکم و مشتاقانه نسبت به همه اتفاقات نیک و بد رقم خورده در زندگی یک فرد در نظر گرفت. شخصی که این احساس را در خود پرورش داده تلاش نمی کند که چیزی را از گذشتهش پاک کند، بلکه در عوض به وقوع پیوستن رویدادهای خوب، بد، اشتباه و درست را با قدرت و حقشناسی می پذیرد. این اجتناب از پشیمانی و غبت خوردن برای گذشته بارها در آثار مختلف نیچه به عنوان یک ارزش معرفی شده است. نیچه در کتاب حکمت شادان که در دوره‌ای بسیار سخت از زندگی شخصی این فیلسوف نگاشته شد بیان می‌کند: می‌خواهم بیشتر و بیشتر یاد بگیرم تا آنچه را که در چیزها ضروری است زیبا ببینم. آن وقت خواهم توانست به یکی از آنهایی تبدیل شوم که چیزها را زیبا می‌سازند.
زین پس این عشق من خواهد بود. نمیخواهم علیه چیزی که زشت است جنگی برپا کنم. نمیخواهم کسی یا چیزی را متهم کنم. حتی نمیخواهم آنهایی را که اتهام میزنند متهم کنم. روی برگرداندن تنها نفی و انکار من خواهد بود و از همه اینها گذشته و در مجموع آرزو دارم که روزی فقط یک بلگو باشم. این فیلسوف برجسته و جریانساز چند سال قبل از خلق کتاب حکمت شادان می نویسد دستورالعمل من برای بروز بزرگی در یک انسان است. اینکه فرد نمی خواهد هیچ چیز متفاوت جلوتر یا عقبتر باشد. هیچ چیز در تمام ابدیت. اینکه فرد نمی خواهد چیزی که ضروریست را صرفا تحمل کند یا کمتر آن را پنهان سازد، بلکه می خواهد به آن عشق ببرزد. در اغلب شرایط زندگی و در بیشتر زمانها ما دقیقا نقطه مقابل این گفته های نیچه را انجام می دهیم. با خشونت و تلخی با رویدادهای منفی برخورد می کنیم و نقششان را در زندگی ما نمی پذیریم. به جریان اتفاقات عشق نمی ورزیم و از آنها استقبال نمی کنیم. زمان بسیار زیادی را صرف تحلیل وسواس‌گونه اشتباهاتمان می کنیم. افسوس بدقبالی های تحمیل شده به دست سرنوشت را می خوریم و آرزو می کنیم که ای کاش اتفاقات به طریق متفاوتی رقم می خوردند. اما اگر بخواهیم با خودمان رو راست باشیم، بدون تردید می دانیم که از این اعمال و افکار منفعلانه هیچ چیز آیدمان نخواهد شد. اگر می خواهیم مسائل را تغییر دهیم و بهبود بخشیم، باید بپذیریم که بخشی از روند تحقق این خواسته مستلزم اجتناب از انفعال نسبت به اشتباهات، بی‌عدالتی ها و زشتی های خودمان و به طور کلی گذشته امان است. ناگفته نماند که خود نیچه نیز در برخی از وضعیت‌های روحیش با این سرکشی و عدم پذیرش به خوبی آشنا بود. در آثار این متفکر بزرگ تاکید زیادی بر اقدام در دست داشتن ابتکار عمل و خودبیانگری وجود دارد. مفهوم یا اراده قدرت در اندیشه‌های نیچه نشان دهنده این نگرش او درباره سرزندگی و غلبه بر موانع است. با این حال، یکی از زیباترین وجوه تفکرات نیچه این است که او می‌داند برای داشتن زندگی خوب ما نیاز داریم که طیفی گسترده از تفکرات متناقض را در ذهن خود نگه داریم و آنها را طبق شرایط پیش آمده دسته‌بندی و سازماندهی کنیم. در نظر نیچه نیازی به یک نگرش ثابت و بدون تغییر نیست و فقط باید تفکرات لازم را قبلاً در دسترس ذهن خود قرار داده باشیم تا بتوانیم به هنگام نیاز برای تسکین دردهایمان از آنها بهره ببریم. بنابراین نیچه از ما نمی‌خواهد که بین جبرگرایی شکوهمند و یا آزادی و اراده قوی تنها یکی را برگزینیم. فلسفه او به ما اجازه می دهد که به هر جنبش ذهنی متناسب با شرایط پیش آمده دسترسی داشته باشیم. آرزوی نیچه این است که انسانها بیش از یک چارچوب فکری ثابت داشته باشند. برخی شرایط در زندگی انسان نیازمند خرد و بینشی برآمده از فلسفه اختیار محور هستند. در حالی که سایر شرایط از ما می خواهند که چگونگی پذیرفتن، در آغوش کشیدن و به طور کلی دست برداشتن از جنگیدن با مسائل اجتناب ناپذیر را آموخته باشیم. در زندگی خود نیچه مسائل زیادی وجود داشت که او تلاش کرد آنها را تغییر دهد یا بر آنها غلبه کند. همانطور که پیشتر گفته شد، نیچه رابطه خوبی با خانواده‌اش نداشت. او آنها را ترک گفت و به رشته کوههای آلپ در سوئیس گریخت. او تلاش کرد تا از کوته فکری دانشگاهیان بگریزد و به نویسنده‌ای مستقل تبدیل شود. نیچه همچنین سعی کرد تا همسری بیابد که هم معشوقش باشد و هم نیمه گمشده افکار و ایده هایش. اما بسیاری از چیزها در این پروژه خودسازی و غلبه بر خود به مسیری اشتباه کشیده شدند. نیچه نمیتوانست والدینش به خصوص مادر و البته خواهرش را از ذهن خود بیرون کند. چیزی که در نظر او نگرش ها و تعصبات دیوانه کننده آنها بود. انگار به تمام بورژواهای اروپا سرایت کرده بود. کتاب هایش به فروش نمی رسیدند و نیچه گاهی اوقات مجبور می شد که برای ادامه دادن مسیر از خانواده و دوستان به نوعی گدایی کند. در همین حال تراش های تردیدآمیز و ناشیانه او برای جلب توجه زنان نیز تنها با تمسخر و عدم پذیرش به سرانجام می رسید. بدون شک افکار زیادی به هنگام پیاده روی های طولانیش در ذهن نیچه شکل می گرفت. ای کاش شغلم در دانشگاه را رها نمی کردم. ای کاش در برخورد با برخی زنان اعتماد به نفس بالاتری داشتم.
ای کاش به سبک محبوب تری می نوشتم. ای کاش در فرانسه به دنیا می آمدم و ای کاش های احتمالی فراوان دیگر. به خاطر همین افکار مخرب و جانفرسا بود که ایده آمورفاتی برای نیچه جذاب شد. عشق به سرنوشت خود تفکری بود که نیچه برای بازیابی سلامت روانی خود پس از ساعتها خودخوری و انتقاد به آن نیاز داشت. بدون تردید ما هم برای آرام کردن ذهن مخشوشمان پس از چندین ساعت فکر و خیال در رخت خواب به همین تفکر نیاز خواهیم داشت. آمورفاتی بینشی است که یک ذهن سودا زده از طریق آن میتواند اولین بارقه های طلوع خورشید و از بین رفتن سیاهی ها را احساس کند. فریدریش نیچه در نامه‌ای به یکی از دوستانش در تابستان سال 1882 تلاش کرد تا روحیه جدید پذیرش را که یاد گرفته بود برای دفاع از خود در برابر رنج و استیصال به آن تکیه کند، اینگونه به شکل خلاصه بر روی کاغذ بیاورد. حال جبرگرایانه تسلیم خدا بودن را در خود احساس می‌کنم. نامش را عشق به سرنوشت خود می‌گذارم، آنقدر که حاضرم به سوی آرواره‌های یک شیر بدوم. ارزش‌ها از نگاه نیچه. نیچه وجوهی دوگانه برای خواستگاه ارزش‌ها در نظر می‌گیرد. از یک طرف وی به نوعی وفاداری خیش را به نمایان‌ترین رویه اندیشه غرب، یعنی این اندیشه که جهان را به مثابه یک کل در نظر می‌گیرد، نشان داده و بدین ترتیب جهان را به مثابه نیروهای کنشی و واکنشی در نظر گرفته است که زندگی را به وجود می‌آورند. زندگی از نگاه وی نوعی بایستن را درون خود دارد که ما را ناگزیر از بکار بردن ارزش ها می کند و آنگاه که ما ارزش ها را پاس می داریم، زندگی از رهگذر کنش ما ارزشمند می شود. این نگاه به ساعت ارزش و ارزش گذاری در واقع نگاهی پیشا سوبژکتیف به خواستگاه ارزش هاست و اجازه نمی دهد زندگی را با چیزی برای آن ارزیابی کنیم. از طرف دیگر وی با پرداختن به اخلاق فروتباری و والاتباری در فلسفه خیش و اشاره به اینکه والاتباران بانیان ارزش و ارزش‌گذاری بودند، خواستگاه دیگری برای ارزش‌ها قائل می‌شود. این تعارض فلسفه نیچه را با چالشی روبرو می‌کند که هر خوانش دقیق و منسجمی ناگزیر از حل آن است. انسان از دیدگاه نیچه. نیچه در اعتراض به رویکردهای پیشین نسبت به انسان در صدد برآمد تا ضمن باز تعریف جایگاه انسان در جهان به بحرانهایی که مدرنیته پیش روی جامعه انسانی نهاده بود پاسخی در خور دهد. نیچه با طرح نظریه ابرمرد به دنبال بازگرداندن بشر به عرصه هستی است. او می‌خواهد انسان را از اسارت بنیادها برهاند و او را سرور هستی کند. اما همان گونه که هایدگر بیان می‌کند، پروژه نیچه با تقدم تن بر عقل بشری وارونه ساخته است، یعنی بشری شدن به واسطه ابر بشرها ضد بشر شدن است. بشری که داعیه این را داشت که می‌تواند انسان را به ثقل هستی مبدل سازد، همان انسان نیم بند مدرنیته را نیز نابود ساخت. ابرمرد غایت انسان اخلاقمند در اندیشه نیچه است. ابرمرد انسانی است که ضعفی ندارد. نیچه انسان را میانه ای از حیوان و ابرمرد می نامد. تعریف نیچه از ابرمرد در سلب اخلاق بردگی و وجوب راستی و قدرت در وی است. فلسفه وی متأثر از عقاید داروین است و مفهوم ابر انسان او بر مبنای نظریه تکامل داروین طرح‌ریزی شده است. در برابر ابر انسان واپسین انسان قرار دارد که معتقد به برابری انسان هاست. ابر انسان کسی است که فراسوی نیک و بد زندگی می کند و انسان اخلاقی را پشت سر گذاشته است. او مفهوم ابر انسان را اولین بار در شاهکار خود چنین گفت زرتشت مطرح می سازد که یکی از مفاهیم بنیادین فلسفه اوست. وی ستایشگر نبوغ و نکوهشگر دموکراسی و برابری انسان هاست. ابر انسان. نیچه در مسیر تبیین خوشبینی به آینده مفهوم ابر انسان را طرح می کند. نیچه نوید حضور یک ابر انسان را در آینده می دهد. به همین جهت مفهوم ابر انسان را عنوان می کند. به ویژه اگر آدمی بتواند عصر آری گفتن به زندگی را برای خود ایجاد کند، خواهد توانست آینده ای روشن به چشم ببیند. نیچه زندگی را دوست دارد. ابر انسان او به زندگی آری می گوید.
ابر انسان یا فوق بشر یا ابر مرد مفهومی در فلسفه فریدریش نیچه است که از سوی وی به عنوان هدفی برای انسان در کتاب چنین گفت زرتشت بیان شده است. واژه آلمانی آبرمنش از آبر به معنای ابر و بالاتر و منش به معنای انسان ساخته شده است. در گذشته واژه ابرمرد در ترجمه های فارسی کتاب استفاده می شد که نخستین بار توسط محمد باقی هوشیار نوشته شده است. داریوش آشوری واژه ابر انسان را گزیده است، زیرا بر این باور است که ابرمرد موجب بدفهمی از متن می شود و همچنین واژه ابر انسان برای انتقال سه مفهوم به کار رفته در فلسفه نیچه، یعنی انسان، ابر انسان مناسب تر است. مفهوم ابر انسان. مفهوم مورد نظر نیچه از نامگذاری ابر انسان، انسان کامل است که از ترس و قرافه پیشین بشر رها شده است و آزادی راستین را دریافته است. این انسان از نظر معنوی کامل است و هستی را همان گونه که هست پذیرفته است و جهانهای خیالی را کنار گذاشته است. اکنون این انسان کامل در غیبت خدا معنای هستی را برگردن می گیرد و اراده خود را با اراده جهان هستی یکی می کند. ابر انسان نیچه دو اصل بنیادی جهانبینی نیچه، یعنی خواست قدرت و بازگشت جاودانه همان را می پذیرد. ابر انسان نیچه انسانی زیرک و هوشیار است که خود بت خود را همچنان که مولوی و حافظ در اشعار خود بیان می‌دارند می‌شکند و از نو حقایق را می‌سازد. نیچه معتقد است انسان بندی است میان حیوان و ابر انسان. فرارفتنی پرخطر، در راه بودنی پرخطر، واپس نگریستنی پرخطر، لرزیدن و درنگیدنی پرخطر. آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است، نقایت. ابر انسان نیچه یک انسان نوست که میتواند جهان را متحول نماید. او به انسان باور دارد. در گفتمان نیچه برخی انسانها ذاتاً فرومایه و پست هستند و برخی دیگر ذاتاً میتوانند ابر انسان شوند. فریدریش کاپلستون در باب ابر انسان نیچه میگوید نیچه اسطوره ابر انسان را همچون مهمیزی به انسان بالقوه بالاتر و همچون هدفی برای او پیش می کشد. هدف نه انسانیت که ابر انسان است. انسان چیزی است که بر او چیره باید شد. انسان پلی است نه هدفی. اما این بدان معنا نیست که انسان با فرایندی ناگزیر به ابر انسان بدل خواهد شد. ابر انسان یک اسطوره است. هدفی است برای اراده ابر انسان معنای زمین است. اینجا مسئله بدل شدن انسان به ابر انسان از راه یک فرایند گزینش طبیعی در میان نیست، زیرا در این صورت رشته چه بسا در مغاک فرو افتد. ابر انسان پدید نخواهد آمد مگر آنکه افراد برتر دلیری کنند و همه ارزش‌ها را باژگون کنند و لوح‌های کهن ارزش‌ها را بشکنند، به ویژه لوح‌های مسیحی را، و از درون زندگانی و قدرت سرشار خود ارزش‌های تازه بیافرینند. ارزش‌های تازه به انسان والاتر جهت و هدفی خواهد بخشید که ابر انسان مظهر شخصی آن است. اگر گریبان نیچه را بگیرند که چرا نتوانسته است ابر انسان را به روشنی وصف کند، او چه بسا پاسخ دهد که چون ابر انسان هنوز در میان ما نیست. مارتین هایدگر نیز کیستی ابر انسان را شرح می‌دهد. نیچه با نام ابر انسان به هیچ وجه به انسانی مافوق تصور از نوعی که تاکنون شایع شده اشاره نمی کند. به گونه ای از انسان که عاری از همه صفات انسانی باشد و اراده محض را قانون خیش و خشم دیواسا را فرمان روای خیش ساخته باشد نیز اشاره نمی کند. بل ابر انسان آن انسانی است که از انسانیت پیشین خود فراتر می رود تا فقط چنین انسانیتی را نخستین بار به ذاتش هدایت کند. ذاتی که هنوز نامتحصل است و انسانیت را در آن ذات راسخ کند. هایدگر میگوید که نیچه نخستین اندیشمندی است که میخواهد انسان را به فراتر از خیش رهنمون سازد، یعنی از انسانیت پیشین و معاصر فراتر رود. در واقع ابر انسان در حال گذار و فرارفتن از خیش است. شاید بتوان گفت نیچه از ابر انسان انسان کامل را در نظر داشته، یعنی انسانی که به راستی به قلمرو آزادی گام نهاده و از ترس،
خرافه و پندارهایی که تاکنون بر اندیشه بشر حکم روا بوده رهایی یافته است و نیز نوع بالاتری از انسان را از جهت معنوی در نظر داشته که با آری گفتن به هستی چنان که هست و روی گرداندن از هستی ها و جهان های خیالی عهد امانت را از نو زنده می کند و معنای هستی را در زمان غیبت خدا به گردن می گیرد. به نظر می رسد که نیچه به عمد تصویر ابر انسان را مبهم باقی می گذارد. شاید بتوان گفت ابر انسان گستره ای ایدئال و متعالی است که در چنین گفت زرتشت غایت آرزوی بشر خوانده می شود. چیستی ابر انسان نیچه و زرتشت خصوصیات ابر انسان را به درستی معلوم نمی دارند. ابر انسان غایت، فرجام و هدفی است که در فاصله دوری از وجود انسان کنونی قرار می گیرد. با جستجو در آثار نیچه می توان خصوصیات زیر را برای ابر انسان او مطرح کرد. الف، مظهر میل به قدرت ابر انسان نیچه هیچ گونه محدودیت اخلاقی ندارد. تنها اصول اخلاقی او میل به قدرت است. نیچه انگیزه محوری بشر را همان میل به قدرت می‌پندارد و بر این عقیده است که انگیزه های بنیادین که تمامی رفتارهای ما را باعث می‌شوند از این منبع تغذیه می‌شوند. اگرچه پیکر چنین نیروی محرکه‌ای در طی دوران متوالی با رنگ و لعاب‌های مختلفی تزیین شده است، هیچگاه این پوشش‌ها نتوانستند وجود آن را تحت شعاع قرار دهند. از دیدگاه نیچه میل به قدرت در انسان به صورت ارزش گذاری و کشش به سوی برترین ارزش ها نمایان می شود، زیرا انسان به ذات خود باشنده‌ای ارزش گذار است. ب. فراخواننده ارزش های مادی ابر انسان با انکار خدا افزون بر بی اعتقادی به عالم عقبا اعتقادی ندارد، بلکه فقط و فقط به زمین معتقد است. ابر انسان انسانی بس فرهیخته با مهارت تمام در همه کارهای بدنی و بردبار به شمار می رود که از سر قدرت هیچ چیز مگر ناتوانی را ناروا نخواهد شمرد. ابر انسان انسانی بس فرهیخته با مهارت تمام در همه کارهای بدنی و بردبار به شمار می رود که از سر قدرت هیچ چیز مگر ناتوانی را ناروا نخواهد شمرد، خواه در زیر صورت فضیلت باشد یا رذیلت. انسانی یکسره آزاد و مستقل که به زندگی و جهان آری میگوید. خلاصه ابر انسان تمام آن چیزهایی است که نیچه رنجور تنها و فراموش شده دوست دارد. جانشین خدا در تفکر نیچه بعد از واقعه هولناک مرگ خدا ابر انسان جایگزین میگردد. ابر انسان موجودی جدید و شخصیتی متعالی است که خواهد توانست بر گرانش زندگی انسان فایق آید. ابر مردان افرادی نیرومند، قوی و سالم هستند که حیاتی زمینی را با برخورداری از لذات جسمانی و فارغ از خطای اعتقاد به هر گونه واقعیت ماورایی و محدودیت‌های اخلاقیات گوسفندبار تجربه خواهند کرد. برتراند راسل در تاریخ فلسفه غرب در مورد نیچه می‌گوید: ابر مرد نیچه شباهت بسیاری به زیگفرید، پهلوان افسانه‌ای آلمان دارد، فقط با این تفاوت که او زبان یونانی هم می‌داند. زرتشت و ابر انسان. نیچه آموزه ابر انسان را که کلیدی‌ترین آموزه زرتشت است، بلافاصله پس از اعلام مرگ خدا می‌آورد. او خود این گونه ابر انسان را معرفی می‌کند: من به شما ابر انسان را می آموزانم. بوزینه در برابر انسان چیست؟ چیزی خنده‌آور یا چیزی مایه شرم دردناک؟ انسان در برابر ابر انسان همین گونه خواهد بود، چیزی خنده‌آور یا چیزی مایه شرم دردناک. ابر انسان معنای زمین است. زرتشت بشارت آوردن هدیه‌ای برای آدمیان را پیش از اعلام مرگ خدا داده بود و اینک وقت آن رسیده است که هدیه خیش را ارزانی دارد. نیچه می گوید: می خواهم ارزانی دارم و بخش کنم تا دیگر بار فرزانگان میان مردم از نابخردی خیش شادمان شوند و تهیدستان دیگر بار از توانگری خیش. اما ابر انسان در همین آغاز در تقابل با انسان و واپسین انسان قرار می گیرد. ابر انسان نیچه با اصالتی معصومانه به آفرینش ارزش‌های نو می‌پردازد. نیچه با طرح مفهوم ابر انسان خیش می‌کوشد تا وضعیتی را پیش روی ما نهد که هر نوع خودپسندی و دنیاگرایی تنگ نظرانه را رها کرده و انسانیت را در گذرگاه شریف در این صداهای بشر قرار دهیم.
این نکته در سراسر نوشته های وی و به ویژه در کتاب چنین گفت زرتشت بارها تاکید شده است. رویکرد به ابر انسان از اساسی ترین راهکارهای نیچه برای خروج از بنبست نیستنگاری قرون جدید است. او در چنین گفت زرتشت مشهورترین اثر خود به ترسیم شخصیت ابر انسان می‌پردازد. ابر انسان واژه‌ای است که نیچه در چنین گفت زرتشت به کار می‌برد. گفتنی است که زرتشت در 30 سالگی همچون مسیح خانه و کاشانه خیش را ترک کرد و همراه عقاب و مارش به مدت 10 سال در تنهایی بر فراز کوهی مسکن گزید. در هنگام بازگشت به شهر در آغاز با پیرمردی قدیس در جنگل روبرو شد و دریافت که او نمی‌داند خدا مرده است و هنوز مشغول نیایش است. اما زرتشت ارمغانی شگفت‌انگیز برای مردمان خویش آورد. انسانیت غایت و فرجام هستی نیست، بلکه پلی است که باید از روی آن گذشت و به مرحله‌ای بالاتر دست یافت. او این مرحله را شأن ابر انسان می‌داند و می‌گوید انسان‌های معاصر باید معنای زندگی را در این جایگاه جستجو کنند. به این مرتبه تنها از طریق چیرگی بر وضع کنونی و درگذشتن از آن، یعنی درگذشتن از وضعیت انسانی، میتوان دست یافت. زرتشت نیچه در ابتدای راه پرفراز و نشیب خود قصد دارد ابر انسان را بیاموزد. اما ابر انسان نیچه کیست؟ چه خصوصیاتی دارد و در سیر تفکر او چه ضرورتی بر عهده وجود ابر انسان است؟ کیستی ابر انسان واژه اوبرمنش ترکیبی از اوبر به معنای ابر یا زبر و منش به معنای انسان. این واژه در فارسی ابر انسان، مافوق بشر، از ما بهتران، ابر مرد، فرا انسان، زبر مرد یا مرد برتر ترجمه می شود. ایده ابر انسان در تفکر نیچه معماگونه است. بنابر بعضی از عبارات نیچه، ابر انسان کسی است که در زمان آینده می آید. آیا ابر انسان نیچه تحت شرایطی همانند سوشیانس آن مصلح بزرگ جهانی آیین زرتشت خروج خواهد کرد؟ یا اینکه تنها انسان در تحت فرایند تکامل داروینی میتواند به ابر انسان تبدیل گردد؟ مفسران فلسفه نیچه در این باره دیدگاه‌های متفاوتی دارند. یکی از این مفسران میگوید ابر انسان در نزد نیچه یک نوع جدید نیست که مخلوق انتخاب طبیعی باشد و مثلا همانطور که انسان اندیشه ورز جانشین انواع پیشین نوع میمون شده است، ابر انسان نیست جانشین انواع انسان فعلی شود. ابر انسان به یک نژاد جدید تعلق ندارد، اما آنچه الزام و ضرورت دارد این است که اگر ابر انسان چیزی است که خود انسان میتواند روزی به آن تبدیل شود، پس در همین معنا انسان باید پس از مرگ خدا بتواند به ابر انسان تبدیل شود. تربیت در ورطه ابر انسان. اگر بپذیریم که نیچه در پی فرمان روا کردن فلسفه است، آن وقت می توانیم توصیف او را در آنک انسان در باب کتاب فرانسوی خیر و شر و تمرکز بر نقد رادیکال سیاست مدرن دریابیم. تم فرمانروایی فلسفه بردین یک تم سیاسی است و این فرمانروایی یک مانع جدی به اسم سیاست مدرن دارد. سیاست مدرن خصم فلسفه است و بنابراین کتاب فرانسوی خیر و شر یک جنگ بزرگ روحانی است و ما در هر جنگی نیازمند متحدانی هستیم. او تاکید می‌کند در صدد تربیت جنتلمن‌های آینده است و این هم یکی از تم‌های فلسفه سیاسی کلاسیک است که توسط نیچه بار دیگر به صحنه آورده می‌شود. دانشوران، جانهای آزاده و دانشمندان قرار است از رهگذر تربیت نیچه‌ای به متحدان ابر انسان تبدیل شوند. از منظر نیچه هدف غایی تربیت احراز مقام انسان برتر بوده و در این راستا ضمن تعارض با مفاهیم تربیتی حاصل از اخلاق مسیحیت، انسان را در مقام خلق معنا می شناسد و زندگی را زمینی می شناسد. مبانی فکری نظریه ابرمرد. نظریه ابرمرد اساره تفکر فلسفی نیچه است. وی می کوشد با نقد فلسفه های پیش از خود بستر لازم را از جهت ساختن انسان مورد نظر خیش، یعنی همان ابرمرد، فراهم کند. ابرمرد در نگاه نیچه در نتیجه فرو رفتن به حیوانیت و سپس فرارفتن از انسانیت حاصل می شود. اما شکلگیری ابرمرد حاصل نوع خاص نگاه انسان به خدا، جهان و خود است.
انسان مورد نظر نیچه قدرت را جای حقیقت می نشاند. با متافیزیک سر جدال دارد. تن را بر روان ترجیح می دهد. بنیاد گریز است و اخلاق سروری را بر اخلاق بندگی ترجیح می دهد. چنان که پیرسون تاکید دارد، ابر انسان در دو مرحله شکل می گیرد. یکی فرو رفتن به حیوانیت و دیگری فرو رفتن به ابر انسان. جدال با متافیزیک و حقیقت، بنیاد گریزی و ترجیح تن ریشه در فرو روی و تاکید بر قدرت و اخلاق سروری ریشه در فرو روی دارد. در ادامه به محورهایی از اندیشه نیچه که منجر به ساختن ابرمرد می شود می پردازیم. بنیاد گریزی. بنیاد اندیشه نیچه را باید در فروریزی بنیادها دانست. اگر ابرمرد اساره فلسفه نیچه باشد، انکار اساره ابرمرد است. چنانکه